11 رقیب شانه به شانه در تلاش برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه. حزب جمهوری خواه هنوز با جدیترین چالشش که یک چهره جنجالی پرطرفدار است دست به گریبان مانده. این مرد تاجر و میلیاردری روبگو با اظهار نظرهای تند و جنجالی است که در صدر نظرسنجی ها در میان جمهوری خواهان قرار دارد. به جز همصدایی در مخالفت با مواضع دونالد ترامپ، شرکت کنندگان در مناظره در یک موضوع دیگر نیز توافق داشتند و آن مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران بود. سناتور تد کروز از تی پارتی برنامه هسته‌ای ایران را پرخطرترین تهدید امنیتی برای آمریکا خواند. بهتر باور کنید اگر من رئیس جمهوری بشم در اولین روز کاریم این توافق فاجعه بار رو ریز ریز خواهم کرد. تنها زن نامزد در این مناظره مشکلات سوریه را نیز مرتبط با ایران دانست. دلیل اینکه ما همه باید اسم ژنرال سلیمانی رو خوب بلد باشیم اینه که روسیه الان به خاطر او در سوریه است. فرمانده سپاه قدس به روسیه سفر کرد و پوتین رو راضی کرد که با سوریه و ایران در تقویت بشار اسد هم پیمان بشه. علی‌رغم همصدایی در مخالفت با توافق، نحوه برخورد رئیس جمهوری بعدی با این توافق محل اختلاف نظر بود. باراک اوباما طوری با این توافق رفتار میکنه که انگار مگناکارتا است. ایرانی ها اما با اون مثل کاغذ توالت برخورد میکنن. ما باید خیلی صریح به آنها بفهمونیم که هر کدام از ما که روی این صحنه هستیم رئیس جمهور بشیم توافق رو نادیده خواهیم گرفت. پاره کردن توافق که استراتژی نیست. استراتژی اینه که چطور با ایران مقابله کنیم. اولین چیزی که باید انجام بدیم اینه که تعهدمون رو به اسرائیل بازسازی کنیم. چون این دولت اون رو از هم پاشیده. باید مطمئن باشیم که اسرائیل بهترین تسلیحات رو داراست و این پیام رو به ایران بدیم که ما پشت اسرائیل ایستاده‌ایم. اگر تقلب کنن دوباره تحریمشان میکنیم. اگر به حماس یا حزب الله کمک کنن دوباره تحریمشان میکنیم. اگر بفهمیم که به دنبال تسلیحات هسته‌ای هستند گزینه نظامی روی میز خواهد بود. اگر با تمدن غرب و دوستانمان در اروپا همصدا باشیم قوی تریم. یک که به میدان رفتن راه درستی نیست. فارغ از میزان تاثیر مناظره شب گذشته در نظرسنجی ها، اگر این بحث شاهدی بر روند حرکت کارزار تازه آغاز شده انتخابات 2016 باشد، باید منتظر پررنگ‌تر شدن پرونده ایران در بحث‌های انتخاباتی بود.